سلام، سشن شماره یک از پروژه بلک نات. سشن قبلی که شماره صفر بود طبیعتا معرفی و این چیزا بود. من میخوام فقط یکی دو تا موضوع دیگر رو اضافه کنم. اولیش و مهمترینش اینه که همه ی توضیحاتی که من میدم، همه ی حرفایی که میزنم اگر غلط نباشه واقعا تقریبا با دیفینیشن ناکامله، یعنی نمیتونم همه چیز توضیح بدم، مگر نه همه توضیحات من بعد از کلاد شنون و آلن تورینگ شروع میشد، اگر تازه تمام توضیح رو بلد باشم. به هر حال انتظار نداشته باشید که همه چیز رو من توضیح بدم. گفتم به خاطر اینکه اولا بلد نیستم، دوم اینکه خب همه توضیحات رو همینجا نمیشه داد، از بحث خیلی خارج میشیم. خب کاری که امروز میخوایم بکنیم اینه که پروژه‌مون رو ستاپ کنیم، دایرکتور استراکچرمون رو درست کنیم، فایل سی ام ای که اون رو حداقل اولیش رو بنویسیم، اس دی ال رو بیلد کنیم و یه برنامه کوچیک با اس دی ال بنویسیم احتمالاً که هیچ کاری نخواهد کرد. و خب شروع میکنیم. اولین قدم اینه که بریم یه دایرکتور استراکچرکی اینجا درست کنیم. من معمولاً دوست دارم یه دایرکتوری اینکلود داشته باشم، یه دایرکتوری دپ لازم خواهیم داشت که دیپندنسی ها میره، اینکلود هم که فایل اینکلود هم میرن توش، دایرکتوری سارسی میخواییم که سورس ها میره توش، و مثلا یه دایرکتوری داکس میخواییم. حالا اگه داکیومنتی چیزی داریم میخواییم فرمت فایل رو توضیح بدیم، مثلا سویچ های یه چیزی رو توش داکیومنت کنیم یا هرچی. احتمالاً دایرکتوری تولز میخوایم که حالا فعلا هیچی، اون داکس هم احتمالاً خالی میمونه و چون خالی میمونه قاعدتاً کامیت نمیشه. اگه خاطرتون باشه این پروژه مونه که روی گیت هاب درست کردیم و اگر اشتباه نکنم آدرسش میشه github.com/yzt/blacknot. خب آدرسش میشه این. برحال میتونید همین الان هم چک کنید. اگر من سعی میکنم کامیت ها و پوش هم کامیت ها میجوری باشه که مشخص باشه هر کامیت مال چه روزیه. احتمالا کامیت لاگ های خیلی خوبی نخواهیم داشت، فقط روزش و شماره سشنش رو کامیت میکنم. حالا ببینیم چی میشه. خب توی دپ دیپندنسی هامون احتمالاً، حالا این دایرکتوری رو فقط فعلا دارم درست میکنم، یه اینکلود اینجا خواهیم داشت، این برای کد ترد پارتی که استفاده خواهیم کرد که تو این مثال فقط تو این پروژه احتمالا فقط اس دی ال، ولی هیچ وقت نمیشه مطمئن. اینکلود و لیب بذار من یه بین هم اضافه کنم برای دی ال ال اس دی ال. داخل لیب سیستم دیپندنته. حالا وقتی برسیم فعلا بذار ویندوز شروع کنم. جاوین و لینکس مثلا و مک. خب مهم نیست واقعا، اینو گفتم که چین تو نخواهیم گذاشت، برای همین کامیت نمیشن. توی لیب تو بینم همینا رو میخوایم فعلا. مهم نیست. داخل اینکلود بالاخره فایل خودمون میخوایم بذاریم بلک نات. شاید تصمیم بگیرم که فایل SDL رو هم بذارم همینجا. نه اینجا کار نکنم، بهتر فایل ترد پارتی از فایل من کاملا جدا باشه. این از بلک نات. توی سورس هم احتمالا یه سری سورس کود برای بلک نات خواهیم داشت. دقت کنیم که بلک نات کود نیمه و ورکینگ پروگرسه و اپلیکیشن هم ممکن اسمش فرق کنه، ولی دایرکتوری هم قاعدتا دیگه اسمش هم خواهد. اگه کسی پیشنهاد بهتری میداشت به دوستانم حتما میداد. بسیار دارم فکرم امروز 27 اسفند 93 احتمالا 18 مارچ 2015 و آیدین از آفجرم با من اما هنگ تایم پیفلوی بهتر بشه. خب توی سورس قاعدتا یه سری تست خواهیم داشت. حالا هرچی تست های فرمال نخواهد بود، همینجوری تست میزنیم برای اینکه ببینیم که فیچرام کار میکنه یا چیزایی توی ما.
سورس کد مربوط به تستا میره این تو، احتمالا اگه هدری لازم داشته باشن هم میره تو شاخه اینکلود. دقت کنید که این دایرکتور استراکچر خیلی دایرکتور استراکچر برای من کار میکنه. سوال هست که اینجا دیگه همچین دایرکتور استراکچری در استفاده میکنم بخوام کار میکنم، هرچند هر دفعه تغییر توش میدم هر دفعه هم پشیمون میشم و یه تغییر دیگه میدم بیشتر که برش کردم. خب این کار نبکنم. یه فایل توی یه فایل تمپلیت خواهیم نوشت فقط به خاطر اینکه فایل وجود داشته باشه که بتونیم ازش کپی بگیریم وقتی می‌خوایم فایل سورس درست کنیم یه چیزی توش باشه. اسمش رو من می‌ذارم template.cpp. خب جالب که فایل cpp اسوسییشنشون با ویژوال استودیو نیست. به به ویژوال استودیو هم استارت شده توی وسط. اوکی نیفهم بود. اینو فعلا بزنم پلاس پلاس یه کاری باش بکنیم این کدینگش انسی بزن باشه. مهم اینه که همه فایل های سورستون لاین اندینگ هاش باید کانسیستنت باشه، ولی بهترین لاین اندینگ که میتونید استفاده کنید لاین اندینگ یونیکسیه دیگه. فقط LF لاین فیت کارکتر کد است که 10 داشته باشه تای خطاتون. خب توی فایل سی پی پی من چی میخوام؟ توی فایل سی پی پی یه چیز ساده This is part of project Blacknut https://github.com/blacknut. احتمالا این یه فایلی رو اینکلود خواهد کرد که هم اسمش خواهد بود. دقت کنید که اینکلود های ما چون به سرچ پت پروژه هم اضافه خواهیم کرد با انگل برکت اینکلودشون میکنیم blacknut/ هیچ اسمش هیچی نمی نویسم فعلا به خاطر اینکه بهم کامپایل ارور بده اگر همین تمپلیت مستقیم استفاده کردم. پسوند فایل هدر رو من میذارم .hpp. اینو یک کاری که توی مثلا 6 ماه یه سال اخیر دارم انجام میدم. به این نتیجه رسیدم که همه ابزارهایی که فایل هدر رو میتونن پارس کنن یا هر کاری باش بکنن همشون اچ پی پی رو به عنوان هدر میشناسن، ولی اونایی که بین هدرهای سی و سی پلاس پلاس فرق میذارن اچ پی پی رو به عنوان هدر سی پلاس پلاس باش برخورد میکنن که خب فیچر خوبی دارن. احتمالا همه زندگیمون توی نیم اسپیس من بین با این کانونشنایی که من استفاده این کاری که من میکنم آشنا بیشتر خواهید شد. فعلا همینجوری قبولش کنید تا بعد دست کم چهار تا میخوام بین اینا میخوام بخواهید دید که استفادهش چیه. احتمالا همه کدمون رو ما توی نیم سپیسی خواهیم نوشت به اسم چرا نه blacknut پلاس پلاس رو یکی باید مهار کنه. خب این استرکچر فایل سی پی پی فعلا من کپی میکنم برای فایل هدرم هم یه همچین استرکچر درست میکنم. یه تمپلت ایچ هم ایچ پی پی هم میخوام توی اینکلود هم تو خود بک نات داشتم بک نات اینکلود بک نات و نو تکست تمپلت دات دات اچ پی پی اینم ترجمه نامی کننده. خب اینکلود هم که اینکلود لازم نداره. کاش تو سی پی پی این از این گشتیم هم زیرش بالا شده آن کنترولی که نگه میدارم سنگه کنم ولی لینک اینا رو. خب هدر من احتمالا یه سری چیزها رو میخواد اینکلود کنه. فعلا آدم این تمپلیت همون عوض میکنم بیازم شد نیم سپیس همون سر جا خودش خواهد بود احتمالا هدر نه فعلا
سکشن رو اضافه نمی کنم. تو سیکیوری هم بذارم این کار انجام بدم، باکسشون کنم اینا رو واچ کردن چون دیگه هم داشتیم اشکال دارم. خب این دو تا تمپلیت های ما که کاری که میکنیم برای اینکه هدر جدید و سی بی پی جدید درست کنیم که این تمپلیت همون رو کپی میکنیم، اسمش رو رینمش میکنیم به اون اسمی که میخواییم. فایل اصلی که فعلا لازم داریم فقط برای اینکه پروژه رو تست کنیم، خب هدر رو من لاین نیمش رو مطمئن نشدم که خراب شد، لاین نیمش باید حتما یونیکسی باشه، LFI باشه. میتونید اینجوری هم ببینید که ببینید همه در همه خطاش فقط یه لاین فیت داره و CRLF یه کد است که 13 کد است که 10 نداره، کریج ریترن لاین فیت نیست، اینجوری نمیخوایم باشه. چه خودش در مورد اولد مک همه چیز نمیشه چون مک های جدید که یونیکسی هن اولد مک فقط سی آر بود که از همشون واقعا احمقانه تره، ولی روش لینگوز ها اصلا نمیشه. خب این هم نمیخوام، من الان یه دونه تست فقط میخوام. خب باز منشون هم یه ذره پاس کنم، این دفعه چند ثانیه بکنم. توی تست من یه فایل جدید درست میکنم، حالا بگم چرا این کار انجام داده میکنم فرقی نمیکنه، به اسم first test main.cpp. فقط یه تست هلو ورلد این هست، فقط برای چارج کنم پروژه همونه. first test main cpp. خب فکر میکنم که بتونی از رو تبلت هم کپی نکردیم و اشکال هم نداره چون چیز خاصی توش نخواهد. برای اینکه ویژوال استودیو لاین لندینگ رو به رسمیت بشناسه وقتی لودش میکنه باید فایلمون توش خالی نباشه، یه دونه انتر ادال بزنیم که یه دونه لاین فید بره اینجا. وقتی ویژوال استودیو رو باز کنیم قاعدتا ویژوال استودیو اینو بقیه لاین لندینگاش هم همون لاین فید میره. حالا میخوام بریم فایل سی میکمون رو بنویسیم. فایل سی میکمون برای اونایی که نمیدونن فقط توضیح کوتاه بدم، یکی از مهمترین قسمت های فرآیند بیلد پروژه که خودش قسمت مهمی از یه پروژه است، یکی از اون پروژه هایی که اون روشی که بیلد میکنید پروژهتون از یه طیف وسیعی هم داره که چجوری پروژهتون رو بیلد میکنید. میتونید بچ فایل بذارید که یکی یکی کامپایلر رو فراخوانی کنه، میتونید از بیلد سیستم آیدی تون استفاده کنید که ویژوال استودیو از یه بیلد سیستم استفاده میکنه به اسم MS Build، خیلی هم عجیب نیست. البته تو چند سال اخیر کامل دیگه سویچ کرد رو MS Build. MS Build قبلا هم کامپتیبل بود، پروفایل ویژوال استودیو رو میتونست بیلد کنه، ولی حالا بعد مهم نیست. میتونید از میک فایل استفاده کنید و از جم استفاده کنید، از اسکانس استفاده کنید، از نینجا استفاده کنید، از 850 مدل بیلد سیستمی که وجود داره استفاده کنید. بعضی از این بیلد سیستما یه جورایی شاید متا بیلد سیستم بیلد سیستمایی هستند که خودشون بیلد سیستم نیستن و بیلد سیستم جنریت میکنن، مثل سی میک. شما یه اسکریپت سی میک می‌نویسید، پروژه‌تون رو توصیف می‌کنید و فرآیند بیلد پروژه‌تون رو تقریبا توصیف می‌کنید. معمولا یه عالمه امکانات اضافی هم داره برای اینکه دیپندنسی‌ها رو بهش بگید، برای اینکه کانفیگر کنید پروژه‌تون رو برای این چیز، و اون براتون فایلای پروژه نیتیوی که لازم دارید رو جنریت میکنه. مثلا سی میک برای ما فایل پروژه ویژوال استودیو جنریت میکنه، یا ابزار دیگه ای هست به اسم پری میک که من پری میک رو به طور کلی ترجیح میدم به سی میک، منتها امکاناتش کمتره و الان توی یک دو سال اخیر پروژهش خیلی در کش و قوس و چیزا هست، حداقل تا اونجایی که من میدونم ریلیس درست ندارن، داکیومنتیشن نداره، ورژن 5 که دارم روش کار میکنه. در حال پری میک پروژه خوبیه ولی فعلا ترجیح نمیدم استفاده نکنم. یه مشکل دیگه هم که پریمیک داره اینه که برای اکس کد برای مک فایل پروژش خیلی مدت طولانیه که بروکنه و درست تولید نمیکنه فایل پروژش رو، به خاطر همین برای مک سخت میشه، باید با میک فایل کار کنیم، یه ذره دیولپمنت رو مک سخت میشه. ترجیح نمیدم سی میک استفاده کنم که اینا رو بهتر ساپورت میکنه، خیلی آپ تو دیت میمونه، ویژوال استودیو رو همیشه حداقل تا اونجایی که من دیدم خیلی سریع ساپورت میکنه. برای پریمیک من خودم مجبور بودم اسکریپت های ست بنویسم که
فایل خروجی پریمیک رو باز ادیت کنه که برای مثلا ویژوال استودیو 2012 که اون ساپورتش نمی‌کرد مثلا خودم پروژه هاشو جنریت کنم از اون پروژه های ویژوال استودیو 2010. به هر حال مشکل ما نیست. چندین تا دیگه هم از این بیلد سیستم ها داریم، از این بیلد سیستم بیلدرها داریم. ولی خب من به هر حال از سیمیک استفاده می‌کنم. حالا که اینو گفتم یادم افتاد که باید سیمیک رو هم دانلود کنم و اصلا کار بدی نیست. سیمیک مال کیتور فکر می‌کنم و من واقعا باش راحت نیستم و ازش خوشم نمیاد، ولی واقعا ابزار قابل استفاده و به درد بخوری. روشم که من از سیمیک استفاده می‌کنم احتمالاً همه کسایی که سیمیک بلدن داد و بیدادشون در میاد. اینجوری که من با سیمیک کار میکنم، اسکریپت های سیمیکی که من مینویسم رو اصلا به عنوان سمپل خوب در نظر نگیرید و ازشون پروژه خودتون استفاده نکنید، کار خودتون بکنید. ولی اینجوری که من مینویسم برای من کار میکنم، خوب کار نمیکنه ولی کار میکنه. حالا فایل سیمیک، سیمیک دایرکتوری بیسد، یعنی من یه فایلی به اسم cmakelists.txt درست میکنم، میذارم تو دایرکتوری و تو دایرکتوری زیر اونم اونجایی که میخوام سیمک برام پروسس کنه باز فایل سیمک لیست میتونم درست کنم و بعد بگم به سیمک برو اون دایرکتوری رو پروسس کن، اون یکی دایرکتوری رو پروسس کن، یه سری سورس هم گوشه قایم کردم اونا رو پروسس کن. ولی من این کارو نمی کنم و فقط یه فایل سیمک لیست مینویسم. حالا اگه لازم باشه پر پروجکت ممکنه فایل دیگه هم بنویسم که اینکلودش میکنه، ولی اونا فایل سیمک دیگه مستقیم نیستن. زبان اسکریپتی سیمیک هم خب یه چیز هوم گرونیه، هوم رویه که خودشون برای خودشون درست کردن. زبان خوبی واقعا نیست ولی به هر حال کار میکنه. این سیمیک لیست رو باتون مطلب بلاس بلاس عزیزمون باز میکنیم. جالب اینجاست که همش گفتم که بلانک فایل رو حتی با یونیکس لاین اندینگ کار کنه بخواهش، ولی این کار نمیکنه. حرف من هیچ چیزی نشونه. خب یه اسکریپت سی میک مینیمال فعلا حداقل یه دونه سی دات کام چه خوبه، سی میک مینیمم ریکوایرد داره که ما ورژن من میذارم 3، ولی واقعیت اینه که ورژن 3 شو لازم نداریم. 2.8 2.6 نمیدونم کار میکنه، ولی 2.8 هم حتما کار میکنه. یه سی میک مینیمم ریکوایرد داریم. اسم پروژکتمون رو باید تعریف کنیم، پروژکت که این پروژکت ویژوال استودیو نیست، اینو سولوشن ما تقریبا معادل سولوشن ویژوال استودیو، یعنی یه چیزیه که اکزیکیوتیبل لایبرریتون تو اینه. به هر حال اسم پروژکتمون هست اسم پروژکت ماکس بلک و زبونش هم سی پلاس پلاس سی ایکس سی ایکس ایکس می‌ذاریم اینجا. بذار من این کارم بکنم. ست برای ست کردن وریبل استفاده میشه. یه سری وریبل ها برای سیمک معنی دارن که یکیش مثلا executable output path که میگه که فایل های executable که تولید میکنی رو بذار تو این دایرکتوری که من بهت میگم، دایرکتوری دیفالت نذار executable output path درست نوشتم. و خب ما میخوایم بره زیر دایرکتوری که سیمک برای project binary dir project binary dir slash bin slash bin. شاید اینا رو الان نمی نوشتم، بهتر بود به جاش می رفتم فایل ها رو مساعدم می نوشتم. بذار ببینم چی دیگه داریم، چیز رو در کور نداریم. include directories، include directories تو دایرکتوری هم چی هم؟ این سرچ پث اینکلود همونه دیگه، یکیش اینکلوده. دقت کنید که این مسیر همون ریلیتیو هم به جایی که این سیمیک لیست هست، به این سیمیک لیست تکست هست، برای همین وقتی من میگم اینکلود یعنی این اینکلود. به کامپایلر دارم میگم که وقتی من میگم این فایل اینکلود رو پیدا کن، اینم بگم این دایرکتوری رو بگم. برای همین وقتی یه فایلی به اسم blacknot/shalvam.hpp رو اینکلود میکنم با انگل برکت، این میره فایلی به اسم include/blacknot/shalvam.hpp رو اگه وجود داشته باشه اون اینکلود میکنه. خب دیگه چی؟ قاعدتا dep include هم باید اد کنیم به این
دیپندنسی هامون رو میتونن، حالا فعلا دیپندنسی اد نکردیم نداریم فعلا، اول اینکلودای خودم رو میگرده، بعد میره اینکلودایی که از دیپندنسی اومده میگرده. یعنی اگه من یه فایلی داشته باشم که اسمش با یکی از اسم یکی از فایلای دیپندنسی ها یکی باشه، در پارتی لایبرری که استفاده میکنم یکی باشه، فایل من اونو ماسک میکنه. حالا لینک دایرکتوریز هم داریم که فعلا باشه، باید اد کنیم اونم. من پروژه هامو میخوام، آره من پروژه هامو میخوام با حد اکثر لول وارنینگ کامپایل کنم، بر همین میگم که if این توی ویژوال استودیو با بقیهش فرق میکنه، با مثلا گنو میگم اگر MSVC بود add definition کن به کامپایلر کامند لاین، add definition کن چی رو slash w4 که وارنینگ هم highest level باشه. اگر کار دیگه هم بخواییم بکنیم همینجا میکنیم. else if، چرا من برای MSVC و برای بذار این کار بکنم. CMake compilers گنو سی اینجا یاد داشت کردم، CMake compiler is GNU CSX خب که توی اون توی GCC at منهای W all همه وارنینگ ها را انیبل میکنه و برای کلنگ الان تو ذهنم نیست هر وقت که با کلنگ خواستیم بیلد کنیم کلنگ فکر میکنم همین کار میکنم، ولی مطمئن نیستم که این با اون مقبولش. خب این از این، هنوز برای پروژه هامون واقعا هیچ کاری نکردیم، هنوز من هیچ پروژه‌ای به زبان ویژوال استودیو یعنی به گفتار ویژوال استودیو هیچ پروژه‌ای یاد نکردم، به این فقط یه سولوشن تعریف کردم و یه سری فلگ بلک ست کردم. برای اینکه پروژه تعریف کنم میتونم یه کار ساده بکنم، یه فایل اکزیکیوتبل وقتی میخوام تعریف کنم میگم add executable، اسمش چیه؟ اسمش هست مثلا black.game و سورس فایلاشو اینجا لیست میکنم. مطمئن نمیخوام سورس فایلاشو اینجا لیست کنم چون سورس فایلش زیاد میشه و این کارو من سورس و هدراشو نمیخوام اینجا لیست کنم. من یه سری متغیر تعریف میکنم، حالا میرم بالاتر تعریف میکنم و اونا رو اد میکنم به این پروژه، مثل اسمشون میذارم black not headers و دارد کنی که نه ویرگولی نه هیچی نمیخواد، لیستای سیمیک هیچی کنی چی نمیخواد و black not sources. من دو تا متغیر اسم black not headers و black not sources، دو لیست باید تعریف کنم به اسم black not headers و black not sources که میخوام این لیست هدران و لیست سورس هم داشته باشم تا بتونیم کار قبل از این باید انجام بدم. میگم set طبیعتا black not headers فعلا این لیست خالیه، اگزیکیوتبل پس فایل نداره خودش مورد، آره اون اونو که اگزیکیوت کنه دقیقاً به کانونشن های چیز بستگی داره دیگه، به کانونشن های سیستم عامل بستگی داره و نمیخوایم هم پس فایل بذاریم چون روی همه سیستم عامل دنیا والی باینری پس فایل نداره، تقریبا همه سیستم عامل رو ویندوز که پس فایلش بی ایکس. خب ست چرا از بلک نات شروع کردم، از تست می‌خواستم شروع کنم. ست بذار حالا که این کارو کردم یه black not sources و black not sources فعلا گیدیم نت کنیم چیزی include دارت کنیم که این پت فایل باید بدم، میتونم باز متغیر دیگه تعریف کنم باز متغیر اینجا استفاده کنم ولی مستقیم پتشو میدم black not slash فعلا یه دونه config.hpp تعریف یعنی میذارم اینجا و تو سورس هم یه دونه src blacknot slash blacknot اسمش رو نه main.cpp تو دایرکتوری blacknot هست دیگه. خب فعلا این یه سورس و یه smp داره، طبیعتا من یه اکزیکیوتبل دیگه هم میخوام اد کنم، اد اکزیکیوتبل نه 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 اون داستانش جداست، تست همه دیگه
تست اسمش چی بود؟ سورس تست، فرست تست فایل کو. یه موبش کنیم. ببینیم تو بینی یه چیزی هست. هم کار می‌کنیم. اینا رو هم کار می‌کنیم. حالا داستان داره. دقت کنید که این سیمه که نهاییمون نیست ولی این در نهایت سولوشن ویژوال استودیو یا الان کد اینو درست میکنن و اونو کامپایل میکنن، اونو با خود ویژوال استودیو کامپایل میکنن، بعد این سه تا رو با هم انجام میده اگه بتونن. نه اصلا رو هر او اس ای آره. انجام تو اصلا انتخاب میکنی که چی میخوای بدون سی میک پوش بزنم نشه سی میک. نه چرا بای دیفالت نمیخواد به دو ناز اد نمیخوایم بر سیستم پس چرا پلیت کنیم؟ خط فرمانی سی میک استفاده فعلا نمی کنیم. اگه خواستیم استفاده کنیم بعد یه فیکس بسش می کنیم. کامند لاین اینترفیس شو سی ال ایشو بده بس ما. خب بعد یه ممکن است که دی ال ال اینا برای خوش درست بکنه و از اون استفاده کنه. اونا رو باید با این اندل کنیم. اونا رو باید اندل کنیم. به جای اد اکزیکیوتیبل می نویسیم اد لایبرری. مثلا یعنی یه پول. اینا الان هر کدوم از این کامند های اد اکزیکیوتیبل، اد لایبرری، اد کاستم تارگت هر کدوم از اینا یه دونه پروجکت به اون سولوشن که اون بالا تعریف کردیم اضافه میکنه. به اصطلاح ویژوال استودیو دو همه جای من میشه این اصطلاح استفاده میشه ولی به اصطلاح ویژوال استودیو این. خب اسم این هست تست فرست و فایلش هم چون یه فایل بیشتر ندارم همینجا می نویسم src tests first test main. کامنت ها توی سیمیک این شکلیه و خب من چون پارانویده دارم ستاپ هم ستاپ هم اینجاست و این دوتا فایل هم باید وجود داشته باشه دیگه. در کنید کانفیگ اچ بی پی و میک سی بی پی رو باید بسازیم برای پروژه بلک نت برای اینکه اینا رو بسازم قاعدتا باید برم توی بلک نات کپی کنم و اسمش بذارم این فکر اینکه دایرکتور خود بلک نات تست هم اونقدر زیاد نیست که یکی تمپلیت داشته باشه در تست هم شاید نخواهیم توی دایرکتوری اینکلود هم یه دونه کانفیگ پی که حالا میگم کانفیگش میگم چیه بشه در کانفیگ اچ پی پی من ازش استفاده می کنم رو میگم کانفیگ اچ پی پی رو درست کردم اینا فایل های به درد نخوری ولی فایل هاش وجود داره. الان سی میک اگه من ران کنم روی این پروژه این دایرکتوری رو بعدش بدم که فایل سی میک لیست پیدا کنه برام احتمالاً یه چیزی تولید خواهد کرد. فعلا شورتکات سی میک گویی اینجاست ولی خب خیلی مهم نیست. از من دو تا چیز میپرسی، یکی این که سورس کد کجاست یعنی فایل cmake_lists.txt کجاست و یکی این که کجا بیلد کنیم. یکی از خاصیت‌های خوب cmake اینه که out of the box دو تا کلمه out of the box که cmake out of the box out of tree building رو ترویج میکنه و ساپورت میکنه. یعنی اینکه اگه سورس کدت اینجاست و سورست اینجاست برو توی دایرکتوری دیگه بیلدش کن، همه ی آرتیفکت های بیلد رو بذار یه دیگه. این تو ریپوزیتوری اصلا نمیخواد ایگنورش کنی. آره ریپوزیتوری نخواد ایگنور کنی. حالا ما میگم چیکار میکنیم. کاری که ما میکنیم اینه که تو همین بلک نات دایرکتوری بیلد داخل این یه دونه دایرکتوری بیلد درست میکنی و همه کار اتفاقا اون تو خواهد افتاد ولی اون بیلد رو ایگنور بکنی. میتونستیم بریم یه جای دیگه، من نمیخوام برم یه جای دیگه، میخوام خیلی خیلی دور باشم. خب وقتی که ست کردید این بالای مهمه پایینیه بهتره دور باشه از بالای، ولی خب ما حالا زیر مجموعش گذاشتیم اشکال نداره. کانفیگر رو میزنیم که این کانفیگر میره کامپایلرمون دیتکت میکنه چک میکنه ببینه کامپایلرمون واقعا داره کار میکنه دایرکتوری رو درست میکنه. اس اینجا یک اینجا جایی که انتخاب میکنید چه جور با چه کامپایلری یعنی براتون چه پروژه‌ای بسازه. طبیعتا میتونید این کارو با دایرکتوری مختلف 60 تا فایل پروژه مختلف درست کنید. به نظر میاد که خب ما ویژوال استودیو 14 که همون ویژوال استودیو 2015 باشه رو ورژنش داخلش 14ه. آره دقیقاً ورژن داخلش 14
این عدد سوالا رو واقعا نمیدونم چرا نگه میداره مایکروسافت یا همه این تولید کننده سافت ور. اینقدر ما احمقیم، یعنی نمیفهمیم، به اون میشه رسوی 14 نمیفهمیم که از 13 بالاتره، بعد حتما سالشو بگی که هیجان زده بشیم. بله 64 بیت هم میخوایم بیلد کنیم، یوز دیفالت نیتیو کامپایلرز، ولی خب من میتونم فایل پروژه نینجا که خودش یه بیلد سیستم دیگه است درست کنم، میتونم میک فایلای با تارگت های مختلف درست کنم، هزار جور. تازه اینا مال ویندوزه، مال ویندوزش بیشتر تارگتش ویژوال استودیو 14 این 64 این چیزی که ما انتخاب میکنیم و کراس کامپایلینگ و این چیزا هم نمیخوایم. دیفالت نیتیو کامپایلرز رو استفاده کن و یه یکی دو دقیقه تمام سرگرم خواهد بود با ویژوال استودیو با هم. این دفعه اول فقط اینو لازم داره، اینا رو کش میکنه یه جایی. اگر دقت کنید برای ما دو تا آپشن کانفیگوریشن اضافه کرد خودش، این آپشنایی که من میتونستم اوورراید کنم یا حتی آپشن به اینا اضافه بکنم، اینجا 300 تا آپشن مختلف باشه که بیلدم رو توست بتونم یوزر من بتونه بیلد من رو کانفیگور کنه. این کارو من فعلا نکردم و تا آخرم نخواهم کرد. این جور بیلدای اینجوری رو من خیلی دوست ندارم. چیزایی که اینجا میبینید یکی اینستال پریفیکسه که برای ما مهم نیست چون ما اینستال چیزی نمیخوایم بکنیم، خود سی میک میتونه فکر کنم یه ماژولی داره اسمش سی پک که به ما کمک کنه اینستالر هم درست کنیم، ولی خب از این کار نمیکنیم، خود سی میک هم این کار اینجوری میکنه. و بعد بیلد کانفیگوریشن هم لیست کرده که خود سی میک باز به طور پیش فرض 4 تا بیلد کانفیگوریشن مختلف درست میکنه، یکی دیباگ، یکی ریلیسه که اینا تقریبا همون چیزایی که باهاش آشنایی تو ویژوال استودیو، یکی مین سایز ریلیسه که ریلیسیه که به جای پرفورمنس، برای پرفورمنس هم خوبه ولی هر جایی که ترید آفی در کار بوده بین پرفورمنس و سایز به سمت سایز میره که سایز کوچیک. و یکی هم که الان من اسمش رو پاک کردم رل وی دیباگ اینفو، اون فایل ریلیسیه که دیباگ اینفو کاملا کنار خودش داره که میتونی تریس کنی. حالا ریلیس کلا تریس کردن سخته ولی به هر حال فعلا ما اون اصل اونا رو نمیخوایم، در سر اونا رو نمیخوایم، برای همین دو تاش پاک میکنیم، فقط دیباگ رو ریلیس میذاریم باشه. وقتی من این کارو کردم چون این مقادیر جدیدن و من تاییدشون نکردم هنوز، وقتی مقادیر این از مقادیر اینا راضی شدم یه بار دیگه کانفیگر میذارم. سیمک دوباره اسکریپت منو میخونه، دوباره یه کارایی میکنه و ممکنه یه سری کانفیگوریشن جدید اضافه بشه. مثلا من سیم کانفیگوریشن تایپ 4 تا چیز الکی بهش اضافه کرده باشم و تو اسکریپتم اونا رو یه جوری هندل کرده باشم که باعث بشه پارامترهای جدید کانفیگوریشن جدید اضافه بشه اینجا و دوباره مجبور شم مقدار اونا رو هم ست کنم و بعد کانفیگر دوباره بزنم. ولی وقتی همه اینا سفید میشه یعنی که کانفیگوریشن تو تموم شد، قرمز دیگه نداریم این بالا، همینجوری میتونید فرض کنید تو گویش اینجوری. و من جنریت رو الان میزنم. آها یکی از فایلایی که بهش گفتم هست نیست، اسم یکی از فایلام اشتباه نوشتم تو سی میکر. چی شد؟ بلک نات هدرز، بلک نات هدرز رو پیدا نمی‌کنم. اشتباه کجاست؟ اینه بلک اینکلود بلک نات کانفیگ اچ پی پی cannot config HPP. الان میبینیش دیگه. extra set of arguments این کار میخواد. دویا. از همه کسی که 5 دقیقه است داشتن داد میزدن اونه که دارن اتانه این ویدیو رو میبینن که اونجا پرانتز نیست آکولاده بوز میکنم. خب متغیر رو اینجوری باید بهشون ریفر کنم. کرلی بریس بعد بذارم در مورد آکولاد جایی که از بس کار استفاده نکرد. نه حالا که فعلا فقط برای اینکه GCC رو هم درست ساپورت کنیم یه دیفینیشنی بود که من اینجا یاد داشت کردم اسمشون. دیفینیشنی بود برای GCC برای اینکه با سی پلاس پلاس 11 و 14 کامپایل کنه که هنوز دیفالتش نیست. شیمه کامپایلرز گنو سی سی اوکی سیمه سی اکس اکس فلکس اینجا اگه گنو سی سی بود ست میکنم سی میک سی اکس اکس فلکس رو به اون چیزی که مقدار قبلی سی میک سی اکس اکس فلکس بوده و یه دونه استود مساوی سی پلاس پلاس 14 هم اضافه میکنم. درسته؟ آره. و
پس هر چی مقدار سیمکس فلکس بوده که دیفالت های یا چیزایی که بالا تعریف کردم برای اینکه به طور پیشفرض سی پلاس پلاس رو پاس بده به کامپایلر سی پلاس پلاس بهش این رو هم اضافه کنیم ماینس به داش استود مساوی سی پلاس پلاس 14. فکر می کنم سی پلاس پلاس 14 رو جی سی سی 4.9 داره. حالا الان سیمکمون باید ترانش دوباره حالا سرکنت کانفیگر میزنم و جنریت میکنم و جنریتینگ دان. الان باید فایل پروژه هم حس بزنیم کجا حاضر باشه تو بیلد فایل پروژه هم اینجا سلوشن هم و پروژه هم اینجا حاضر. فقط قبل از اینکه این کارو بکنم بذار یه دونه الان کامپایل نکرد برامون نه فقط فایل توی بیلد برام اون فایلر ساخت که من سلوشنش رو باز میکنم. ای وای دانت به ویندوز این من به خاطر این هم دانت بایم نیست دای من فکر میکنم سیمک رو استفاده میکنم دیگه ویژوال استودیو باز نکنیم چرا؟ ببندیم چرا این کنم؟ خب مگه ما تو ویژوال استودیو کد نمیدیم سیمک؟ چرا؟ تپ F5 رو میزنیم بخونم یعنی کنجی میبینیم دیگه آره خب لازم نیست باز کنیم ببندیم اصلا الان من سیمکو دوباره ران کنم ویژوال استودیو دیتکت میکنه که فایل عوض شدن و دوباره لود میکنه همین پروژه و حتی بهتر از ویژوال استودیو یعنی پی سی سی کام پی سی کامپایلر صدا میکنه و فلان نه سیمک گفتم بیلد سیستم خودش نیست بیلد سیستم بیلدره برای من بیلد سیستم مثلا ام اس بیلد میسازه که ویژوال استودیو از استفاده میکنه و پروژه یعنی پروژه ویژوال استودیو برام جنریت میکنه یا میک فایل یونیکسی جنریت میکنه یا هر چیزی پروژه ایکس کد جنریت میکنه و این به نظر من بهتره برای دیولپمنت بهتر اگه من میخواستم مثلا اتوماتد بیلد انجام بدم شاید ولی سیمک به هر حال اون کارو میکنه همین فایل ویژوال استودیو رو میشه خط فرمانی بیلدشون کرد کاری نداره همین پروژه ویژوال استودیو رو میشه خط فرمانی بیلد کرد سیمک اینو سپورت میکنه نه ویژوال استودیو رو سپورت میکنه پروژه که سیمک جنریت میکنه رو سیمک خط فرمانی پروژه ویژوال استودیو رو جنریت میکنی بعد پروژه ویژوال استودیو رو خط فرمانی بیلد میکنه لازم نیست آی دی ویژوال استودیو بیاد بالا چون تو بس فایل می نویسی که خودش اتوماتیک بیلد میکنه همه کارو میکنه که کار عجیبی هم نیست یعنی 20 ساله که اتفاق داره میفته دارم من خودم 10 سال دارم کار میکنم اگر این سولوشنی که برمان ساختار نگاه کنی دو تا اونایی که ما اد کردیم که بلک نات گیم که توش روز دقت کنیم یه کانفیگ اچ پی پی هست و یه مین سی پی پی من نمیدونم چرا فایل باز کرد برای من به چه دلیلی کار کرد چرا فکر کرد من فایل بخوام ببینم به هر حال یکی اینه کم تست فرست تست ها من اولش تست آندر اسکور میذارم طبیعتا و اینم یه دونه فرست تست مین داره که خالی یه خط خالی توشه ولی دو تا پروژه دیگه هم ساخته که آل بیلد یکی زیرو چک اینا آل بیلد طبیعتا استفاده میشه که همه رو بیلد کنه زیرو چک سیمه که خاصیت خیلی خوبی که داره اینه که با استفاده از دیپندنسی که تو پروژه ویژوال استودیو که جنریت میکنه خودش قبلش انگار دیپندنسی همه پروژه ها به اون فایل های سیمک لیست هم هست این اگه اون سیمک لیست ها تغییر کرده باشه پروژه باید ریبیلد بشه و روش بیلد شدن سیمک لیست ها اینه که سیمک ران بشه یعنی ترانسپرنت الان اگه من برم سیمک لیست هم رو تغییر بدم بدون که لازم باشه سیمک رو دیگه ران کنم خودش فقط با بیلد کردن این پروژه یکی از استپ های بیلد میشه که بره اول سیمک رو ران کنه پروژه رو جنریت کنه پروژه رو بیلد کنه و پروژه جدید میشه از این نظر خیلی خوب کار سختی نیست نه بوتستراپینگ هزار تا معنی داره ولی یکی از معنی که در مورد کامپایلر اینه که کامپایلر رو با خودش کامپایل کنه یعنی کامپایلر حالا بعد یعنی که کد کامپایلر رو چجوری کامپایل کنی بوتستراپینگ مشکلی رابطه توی بحثم بود این کانفیگ اچ پی پی من و اینم مین سی پی پی من که من دوست دارم هدرامو این بر باز کنم من که فایل رو من عمدن ننوشتم اینجا اسم فایل اینجا نیست عمدن ننوشتم که ارور بده چون هر سی پی پی هدرایی میخواد اینکلود کنه دیگه خب هدری که این میخواد اینکلود کنه احتمالا حالا کانفیگ اشکال نداره کار خاصی نمیخواد کنه فقط میخوایم و استثنان مینمون نمیتونه اکسپریشن بلک نات نیست چرا؟ مین برای اینکه باید بنویسیم یه فانکشن مین باید بنویسیم که توش نمی فیسی نباید باشه باید اسمش مین باشه مین نمیتونه مین اسمش باشه؟ نه برای که اسمش دیگه مین نیست اسمش میشه مثلا بلک نات کالن کالن مین و کال نمیشه
خب اینس مین حالا برای او این کانسول اپلیکیشن نیست. اتفاق جالبی خواهد افتاد. کانسول اپلیکیشن اتفاق چرا کانسول اپلیکیشن نیست؟ کانسول اپلیکیشن ولی نمیخوایم. اینت مین اینت آرکسی پوینتر آرکبی ارهی و اینم کار پوینتر اسمش ایزیپی اینم ارهی پارامتر که مینی میتونه داشته باشه ریترن میکنیم صرف اصلا شما از این پارامتر هم استفاده نمی کنیم میخوام وارنینگش رو بده که بعد ببینیم چی کار شده. توی config hpp هم ما نیم سپیس چون این یه سری دیفاین ماکرو فقط توش خواهد داشت و اینا رو نمیخوایم توی این هدر فعلا هیچ کاری نداریم توی config hpp مون بکنیم. این ماکروهایی خواهد بود که باش انوایرمنت مون رو کانفیگر میکنیم، یه فیچر رو ویندوز خفه میکنیم، استیل رو درست میکنیم، انجور کار توش این خواهد، یا برای خود یه چیزایی دیفاین میکنیم که پروژه رو کانفیگر کنه، بیلد رو کانفیگر کنه. الان اگر من اینو بذارم مین فرست تست مین هم بنویسم که این چی توش نیست ولی خوبه، این شبیه کدی که دیروز نوشتیم آی او اس چی برای ما دیروز جلسه قبل نوشتیم. First test. خیلی من ایمیج ایمیجینیتیو نیست. برای اونایی که دوست دارم اونجا اندل بنویسن پیشنهاد میکنم که نرمزیم. یه آبجکت دیگه هست توی اونم تونست توی استود تعریف میشه به اسم استود اندل که این دقیقا میره سر خط. وقتی اینو بخورم به اون آبجکت باعث میشه که اون تو استریمش بره سر خط بعد. یعنی مستقل از پلتفرم فایلش نه؟ آره یعنی اینکه تو یونیتی اگه یه نه اون یه مسئله دیگه است، ولی اگه یه پلتفرمی باشه که با بک اسلش ان نره سر خط که فکر نمی‌کنم چون تو سمانتیکس سین تعریف شده اون میره، یا یه آبجکت یه چیز دیگه ای باشه. اندل ممکنه معنی مختلف داشته باشه، من چون میتونم یه آبجکت دیگه اینجا بنویسم که اندل فکر اینم سمانتیکش خیلی برام مشخصه ممکن اشتباه کنم، ولی اندل فکر میکنم که فلاش هم میکنه، ولی بک اسلش ان لزوما فلاش نمیکنه. چی میگه فلاش کردن است؟ چی میگه کار کندیه که من لازم ندارم سر هر خط انجام بدم. اگه یه جایی لازم بود فلاش کنم از اندل استفاده میکنم، ولی مطمئن نیستم از این حرفی که الان زدم. خرافاتی هم نه از بک اسلش ان استفاده میکنم. خب الان من دو تا پروژه دارم که توشون هر کدوم چیزی نوشتم و اگر دقت کنید که دو تا کانفیگوریشن هم دیباگ و ریلیس عادی رو دارم. اگر اون پاک نمیکردم سو کانفیگوریشن سی میک الان دو تا تارگت دیگه هم اینجا داشتم برای زیبا شه. یکی دقیقا مین سایز ریلیس و نه جفتش اشتباه گفت یکی اینا چیز هن اینا کانفیگوریشن بیلدن، یعنی ارتوگونال هن به این پروژه هن پروژه نکن آل بیلد و زیر چه اینجا هستن، ولی دیباگ و ریلیس مین سایز ریلیس و ریلیس وید دیباگ اینفو هم میداشتم که من اونها رو لازم ندارم برای همین نزاشتم. متاسفانه سیمک اضافه کردن این کانفیگوریشن توش خیلی کار سختیه، خیلی عجیب بنام. دو تا مین دارم الان که تو این مین هم چی نیست، فقط یه چیز ریترن کردم. این مین به من وارنینگ خواهد داد که این پارامتر رو استفاده نکرد، بذار وارنینگ شد. اف 7 من بیلد میکنم، فقط دیوار گلا بیلد میشه. دو تا مین داریم بیشتر، یعنی دو تا پروژه است، دو تا پروژه جداست. اون مین یکی مال اون یکی مال این. فرست تست مین مال تست فرست که خب همونطور که میبینید اسمش به هم نمیخونه، اسمش رو عوض خواهم کرد. من فرست تست تست فرست بذارم اسمش بهتره اینجا واجب نمیش کنم، ولی دقت کنید که این رینیم کردن کافی نیست. تست فرست مین چون که من فایلمو دارم رینیم میکنم، ولی سی میک دفعه بعدی که رام بشه این عوض نشه. داره و اینم که مین مین وارنینگاشو نگاه کنید. ویو ایرر لیست، ایرر لیست ویندو خوبی که چرا چجوری شما دو تا با هم توی یه چیز نیستید؟ خب مستم من نمیم من رفته اونجا که من میخوام. آره اونجا که من میخوام کجاست؟ انا آتپوت رو دارم میذارم کنار. اوکی آتپوت ارور لیست هر دوشون هم اینجوری. خب
ارور لیست نگاه کنید، سه تا وارنینگ دارم، مسیج ندارم، ENVP argv و argc پارامترها استفاده نشدن. من پارامتر پاسدم به فانکشنم ولی استفادهشون نکردم. وارنینگ داره بهم میگه. راه دیل کردن با این زیاد داریم ولی فعلا من کامنتشون میکنم، فقط اسمشون و پارامترها وجود دارن ولی اسمی ندارن. اگه میخواستم نمیتونستم ازشون استفاده کنم. سیگنچر فانکشن اینه ولی پارامتر این فانکشن رو کامنت کنم، کامنت کنم که وارنینگ بهم نده. دقت کنید که این وارنینگ رو به صورت دیفالت نمیده، این وارنینگ رو، ولی چون من وارنینگ لولم آوردم بالا تا لول 4 این وارنینگ هم نمیده. اون چیزی که در مورد فرمال گفته بود منظورش چیه؟ چی؟ فرمال رفرنسز. نه فرمال آرگومنتس بود. فرمال آرگومنتس. خب آن رفرنس فرمال پارامتر عنوان وارنینگش. منظور که فرمال پارامتر با پارامتر احتمالاً منظورش دلیل اصلیش احتمالاً اینه که این وارنینگ این شکلی آمده دیگه، ولی فانکشن های مثلا متدای کلاس یه پارامتر غیر فرمال هم دارن اسمش دیس. حدس من اینه دیس رو اگه استفاده نکنی پارامتر ایمپلیسیته، اگه استفادهش نکنی هیچ وارنینگ رو بهت نمیده، ولی پارامتر فرمالی که خودت با استفاده نوشتی رو حتما فرض می‌کنی که می‌خواستی استفاده کنی. همین یه جوری داشتی که نمیخوام استفادهش کنم، میتونم این کارو بکنم مثلا آخر از این بعد از چیز بنویسم پالیسی فقط. همین قاعدتا این دیگه این ساید افکت هم نداره، فقط اینو می‌نویسم اینجا برای اینکه کامپایلر یه استیتمنتی می‌بینه که توشون ولی نوشته شده که هیچ اتفاقی نمیفته ولی نمازش اینجا استفاده می‌کنه. آره اصلا هیچی نیستون، هیچ استیتمنتی نیستون که کاری بکنه، هیچی نداره، نه چیزی رو عوض، نه چیزی داره در واقع اینو ریترن می‌کنه ولی کسی نمی‌خونه اینو. من میتونستم بنویسم مثلا ولی چون این کارو نکردم، مقدارشو نخوندم و این ساید افکتی هم نداره، هیچی تولید نمیکنه. آفیت بشه. خب این جلوی وارنینگ رو میگیره. حالا خواهید دید که این ماکرو میسیم که ماکرو کار برم بکنه. این با اون وارنینگ که دیگه متغیر کریتیکال استفاده نکردی شبیه اونه، ولی خب تکستش نیست. شماره وارنینگش برم هفت F7. خب من واقعا این بیلد رو نمیخوام، من بچ بیلد میخوام بکنم همه رو، فکر کنم چند تا از این بیلداش معنی نداشته باشه، ولی هم دیباگ هم ریلیزش میخوام بیلد کنم که بعد بریم فایلاشو بهتون نشون بدم. خب یه چیزی، این تست ورس من فعلا ست از استارت اپ پروجکت میکنم که ست از استارت اپ پروجکت میکنم که بای دیفالت که اینو وقتی آره وقتی ران میکنم، نه وقتی ران میکنم این ران بشه، بیلد که میکنم که همه رو بیلد میکنم، میتونم بهش بگم فقط استارت اپ پروجکت و دیپندنسی رو بیلد کن ولی نمیخوام خواهم همش بیلد بشه. طبیعتا فرش تستمون کار میکنه یه و اینم اگر رانش کنیم اینم خب هیچی خواهد کاری نمی کنه ولی به هر حال ران داره میشه. و اگر دقت کنی این داره کار میکنه با وجود اینکه ما این فایل رو رینیم کردیم ولی سی میک هنوز رو نشده. اگه من دوباره سی میک رو دستی ران کنم، من هیچ دلیل نداره که خودش اتوماتیک سی میک رو ران کنه، ولی اگه من دستی سی میک رو ران کنم باعث خواهد شد که این پروژه عوض شه و برگرده. ببین من یه اسپیس تو سی میک بزنم اینجا بزنم تو بکشم بکنم، فقط تایم استمپش عوض شه و دوباره پروژه رو بیلد کنم، این میره سی میک رو ران میکنه اون زیر. میتونی تو تو هم ببین فایلش هم وجود نداره، یعنی اینجا نگاه کنی سی میک رو داره ران میکنه، فروشش هم داره اینجا مینویسه، میگه این نبود، میگه تایم استمپ این بعد از اگزت بعد از خروجی بیلدت. برای همین دیسیمه خوش رفته اول سولوشن هم آره آره. نوشته که رام میشه اول مونش رو در واقع کاری که کردن که پروژه همه دیپندنسی دارن به این فایل. خیلی مهم نیست، چیزی که ما میبینیم اینه که اول سیمیک اگر لازم باشه اول سیمیک ران میشه بعد پروژه ویژوال استودیو، که اگه تغییر تو فایل سیمیک مون دادیم اثرش رو تو پروژه ویژوال استودیو ببینیم. چیزی که الان داره میگه که میگه این فایل وجود نداره، که طبیعیه اصلا فایل وجود نداره، من باید برم سیمیک هم اسکریپت سیمیک هم اصلاح کنم. این کاری که ما کردیم که وابسته به سی اصلا نیست، درسته؟ غیر از اون جایی که کامپایلر سی رو نوشته، مثلا هر پروژه با هر کامپایلر سپورت کنه همین. نه دیگه ببین یه چیزایی رو سی میک بلده، این وقتی میگم اد اکزیکیوتبل کن و یه سری لیست اچ و سی پی پی بهش میدم، اچ پی پی و سی پی پی بهش میدم، سی میک میدونه که اینا رو با چه جوری بیلد کنه. یه سری زبونه دیگه هم سپورت میکنه،
میکنم فورترن مثلا ساپورت میکنه یا چند تا زبان دیگه هم حتما ساپورت میکنه. ولی تو خودت هم میتونی رول بهش بدی، بگی مثلا وقتی بهت گفتم یه پروژه‌ای دارم و فایلش 4 تا فایل و پسوند سی اس ان، اینا رو اینجوری باید بیلد کنی، اینجوری باید لینک کنی، این کارا رو بکنی. میتونی حتما هست اصلا چات سی شارپ هم حتما ساپورت کنه خودش، ولی به هر حال حتما این سیستم وجود داره. آقا تو لیست اولش مثلا تو چه می‌دونم پلاگین برای سابلایم تکست و یه عالم چیزا برای پروژه های سابلایم تکست. آها پروژه سابلایم تکست جنریت می‌کنه. تو سابلایم تکست ولی کامپایلر رو به سابلایم تکست می‌خواد. سابلایم تکست تو چی جوری می‌خواد کامپایل کنه؟ بس سورسش رو بگیری. نه به سابلایم تکست میگی که نه. سابلایم تکست یه ادیتور گردن کلفت، به خاطر همین میتونه به جای آی دی کار کنه. برای همین مفهوم پروژه توش داره. درست شد. میری به سابلایم تکست میگی که من این کامپایلر دارم، آدرسش اینجاست، بعد اونم از این فایل است کامپایل. ولی مثلا میک فایلی که سی میک برات جنریت کنه توش نوشته دیگه که این فایل اینجوری کامپایل کن. یعنی سی میک باید بدونه که زب، یعنی همینجوری نمیتونی. از این کارا رو واقعا شاید بتونی با سی میک انجام بدی. کاری ساده. به عنوان یه بچ فایل خفن از استفاده کنه. ولی بچ فایل گردن کلف با دیپندنسی انالیسیس. ولی بعد اسمش پس دیگه فرست تست مین نیست، اسمش هست تست فرست مین. اسم خوبی نیست ولی به هر حال اسم پروژه هم تست فرست مینش هست، اسمش هست تست فرست مین. یه کار دیگه هم من میخواستم بکنم که میخواستم هدرس هدرس بگیرم و بیارم کنار هم بلش کنی. این کار رو نمی کنم، مهم نیست. خب الان که من این دوباره تغییر دادم، وقتی بیلدش کنم یه بار ران میکنه و ببینید اینجا نوشته که تایم استامپش بدتر بنجایی تر بود، رانش کردم بیلدم ساکسید شد. از اون بر اون فایل های ویژوال استودیو اون زیر تغییر کرد و آیدیش الان متوجه شد که این فایل از اون زیر تغییر کرده دیگه، میگه که میخوای ریلود کنم این پروژه ها رو و ریلود آل من میکنم. یه موقع ویژوال استودیو این کار میکردی کرش میکردی وقتی که پروژه ریلود میکردی زیرش تغییر کرده بود. ریلود میکردی ویژوال استودیو 2012 هم همینجوری بود فکر کنم، فکر میکنم در برای شرط خاص کرش میکرد ولی به هر حال کرش میکرد. این خیلی جالب بود. خب این کارو کردیم و تقریبا یک ساعت از اجازم گذشته. بذار من خیلی سریع فقط SDL رو کامپایل کنم. سورسش رو از سورس SDL رو میتونیم از سورس کامپایل چرا بذار از سورس کامپایل کنیم. SDL لیب SDL باز هنوز SDL 2 یکی از چیزاشون، یکی از دیستریبیوشن های عادیشون رو میگیریم، نمیریم از مرکوریالش بگیریم به خاطر اینکه از ریپوزیتوریش که به خاطر اینکه اولا مرکوریاله دوما خیلی جلوتر از این نیست. یعنی خیلی وقت یعنی بستیل کمی ظاهرا فش ما ساخته کن شده بستیل. نه ریلیس جدید ندادن حتی، نه کن نشده ولی آخرین کامیتش آخرین نایتلی بیلدشون مال مثلا یه ماه و نیم پیش بود یا بیشتر دو ماه پیش بود. خب این داره دانلود میشه. صورت اونجا نه خب از اونجایی که من خیلی از من پرسی چی کارش کنم از دست ویدوس ویدوس هیت واقعا بدتر از بیشتر شد. اینو من میخوام توی پروژیکتز هم SDL هم بیارم این SDL دیستریبیوشن آفیشال سورس کد SDL. برای اینکه رو ویژوال استودیو بیلد بشه ما احتیاج داریم که خیلی در مورد ساختار بیلدشون رو توضیح نمیدم، بریم تو دایرکتوری ویژوال سی و اینجا یه عالمه فایل سولوشن داره برای ویژوال استودیو 2015 نداره چون هنوز ریلیز نشده ولی برای بقیه ویژوال استودیو داره. کاری که ما می‌کنیم اینه که ویژوال استودیو 2013 رو باز می‌کنیم. اگر شما ویژوال استودیو 2013 و 2015 رو ساید بای ساید نصب کرده باشید که می‌تونید این کار بکنید، این 2013 رو اگه باز کنید با ویژوال استودیو 2013 باز می‌کنه و ما نمی‌خوایم این کار رو کنیم. ما می‌خوایم با 2015 باز کنیم، با 2015 بیلد کنیم. هر چند احتمالاً مخصوصاً اگه DLL بیلدش کنیم احتمالاً 2000 بیلد شده 2013 با 2015 کار می‌کنه. به احتمال خیلی 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 زیاد. سوال پسوند همشون SLN هم ولی آره. ولی تشخیص میده که هندلری که ویژوال استودیو یعنی آیکاناشو یه هندلری داره ویژوال استودیو چیزی رجیستر میکنه میره خط اولش رو میخونه. آره آره یه دیالری توی شل میتپونی توی اکسپلورر
که این میره اینو میخونه، میره اینا رو میخونه و ورژن رو اونجا نشون میده. اگه من ورژن دیگه ویژوال استودیو رو داشتم اینجا قشنگ همشون می نوشت فلان فلان میخونن. ویژوال استودیو 2013 که من ندارم اینجوری باز میکنم، ولی من 2015 رو ران میکردم و میرفتم درگ میکردم تو اون. الان من نمیدونم یه کار مشکوک این داره میکنه. ویژوال استودیو 2013 هم دارم اون سیستم دقیقا. یس 2013 رو نمیخوام، من خودم دستی میرم 2015 رو ران میکنم و اینو درگ میکنم 2015 که 2015 برای من این سولوشن رو آپریت کنم. دقت کنید این سولوشن رو این پلیس عوض میکنه ویژوال استودیو و دیگه این برای 2013 قابل استفاده نخواهد بود. این مزخرفه. اوکی آپگرید کرد پروژه ها رو و من یه لیستی داد که اینا رو من آپگرید کردم به اینکه از تول چین ویژوال استودیو 2015 استفاده کنم. من که مطمئن بشیم نباید بنویسه ویژوال استودیو 2013 هم درست شده خب دیگه. من که مطمئن بشیم یکیشون من که خود استیل تو باشه میرم پراپرتی میگیرم و تول ستش رو مطمئن میشم که جنرال کانفیگوریشن تول ستش مطمئن میشم که ویژوال استودیو 2015 ویژوال استودیو 2013 و اینا نیست. اگر احیانا که من نمیدونم چرا، ولی اگر هنوز از ویندوز XP استفاده میکنید میتونید تارگت چی بذارید ویژوال استودیو 2015 ویندوز XP. منتها با تارگت همشون ست کنید برین. احتمالا اگر ویندوز XP اصلا ویژوال استودیو استفاده ران نمیشه، ویژوال استودیو 2015 رو ویندوز XP اصلا ران نمیشه. به خاطر همین تارگتمون هم که ویندوز XP نخواهد بود چون مایکروسافت هم دیگه آفیشیالی دیسکانتینیو کرده. حالا شاید یه بیلی ویندوز XP هم بمونه. خب اینو لازم نداریم، تغییر توی ستینگاش نمیخوایم بدیم. تستاش آها چرا بذارید کامپایلر رو، یه کامپایلر رو پیش میاد اگر دایرکت ایکس اس دی کی نصب نداشته باشید که پیشنهاد میکنم نصب نداشته باشید، لازمش نداریم. دایرکت اس دی کی جداگانه اون مال سال 2010. اگر اون نصب نداشته باشید یه کامپایلر رو پیش میاد که یه به خاطر دقیقاً نصب نبودن دایرکت اس دی کی که لازمش نداریم دیسیبلش کنیم که بذار فقط کامپایلر رو پیش بیاد و افکت میذارم که بیلد کنه. اونجوری که می‌بینید یه عالمه تست داره که ما اینو ران نمی‌کنیم تستاشو. اینا دار وارنینگ میده که میتونیم حالا ندیده بگیریم. خیلی بده متاسفانه این وارنینگا که یه پروژه تو این الان برام DLL درست خواهد کرد. DLL و یه ایمپورت لایبرری درست می‌کنه. یه لیب کوچولو. خب این اروری که میگه استیل تو لیب رو پیدا نمی‌کنم، اروری که از این پروژه‌ای تستش میاد که می‌خواستن با استیل تو لیب لینک کنن که نیست به خاطر اینکه استیل تو خودش ارور داده. من اینا رو رد میکنم. ارورش اروری که از وارنینگ رو آف کنم. ارورش اینه که این فایل رو پیدا نکردم. dxstkfair.h رو پیدا نکردم. اگه دقت کنید این توی فایلی به اسم xaudio2.c یکی از درایورهای اودیویی که یکی از بک اندهای اودیویی که SDL روی ویندوز میتونه استفاده کنه. xaudio2 رو ما لازم نداریم. حداقل فعلا. نه، لازم نداریم. برای همین میتونیم کلا این درایور رو دیسیبل کنیم، این بک اند رو دیسیبل کنیم، به استیل بگیم مثلا نمیخوام تو ایکس اودیو 2 استفاده کنم که احتیاج به دایرکت ایکس اس دی کی داشته باشه. اگر ساختار این کد رو نگاه کنید میبینید که همه کاری که تو این فایل ایکس اودیو 2.c داره میکنه همش با این ماکرو دیسیبل انیبل میشه. یعنی اگه من این ماکرو رو آن دیفاین کنم اونجایی که تعریف شده همه کد این فایل که زیاد هم هست پایین NDF باید داشته باشه. این هم یه NDF داره که خودش بطور helpfully بطور کمک برنده ای برای با کامنت زده که این ماله. من میرم این X audio driver رو disable میکنم. اینجا میرم جایی که این تعریف شده. حالا من که میدونم کجا تعریف شده ولی خب از ID میتونه استفاده کنم F12 بزنم و برم جایی که تعریف شده و این یک رو کافی بکنم صفر. یعنی من این درایور اودیو رو نمیخوام، اکس اودیو 2 رو نمیخوام، اینو صفر میکنم و یک کامنت هم جاش میذارم. چون ما داریم سورس کد اس تی ال رو عوض میکنی من کامنت هم جاش میذارم که وایز این تیم دیر من عوض کردم. اگه یه موقعی دنبال اسم خودم بگردم سورس کد اس تی ال اینجا پیدا میکنم که اینو من عوض کردم از مدار دیفالتش. قاعدتا این روش خوبی نیست. هر بار که سورس کد اس تی ال رو بگیریم و بخوایم دوباره بیلدش کنیم باید این تغییر رو توش بدیم. بهتره اینکه شاید یه پچی بنویسیم یا یه فورک بکنیم سورس STL رو و فورکر رو برای خودمون تغییر بدیم. حالا به هم این لیترالی یک کارکتره برای همین چون فکر مشکل change this from... خب من اینجا کامنت گذاشتم همینه
و دوباره بیلدش میکنم. این دفعه فقط بذار کلن بیلد اش بیلد کنم همه رو برای همه کانفیگوریشنش و وین 32 و ایکس 64 هر دوشو بیلد کنم. بیلد های دیباگش رو هم ممکن گذاشته باشیم اگه پروژه ما دیباگ بیلد کنیم بعد بیلد دیباگ این باشه کنارش. بایدی نیست اطلاعات بیلد اینفورماتیو تره. آره میتونیم مثلا چون خودمون داریم بیلدش میکنیم میتونیم تریس کنیم بریم تو سورس اس تی ال ببینیم چه اتفاقی داره میفته اگه دیباگ اینفورمیشن داشته. ولی حالا پی دی بی شونه داستان داره واقعا به خاطر این نیست. اگه من آبجکت یه ذره توضیح سخته اگه من آبجکت هایی که دیباگ تو دیباگ مود و تو ریلیس مود لیات مموریشون با هم فرق میکنه رو چون در تئوری اتفاق میتونه راحت بیفته دیگه من یه فانکشن داشته باشم که تو دیباگ مود یه آبجکتی بگیره که 100 بایت باشه تو ریلیس مود 80 بایت باشه بخاطر اینکه 20 بایت یه دیتای اضافی بهش اد میشه تو دیباگ مود که این اتفاق برای کانتینر اس تی ال میفته کانتینر اس تی ال مثل وکتور مثل لیست مثل برای مثلا تو پیاده سازی ویژوال استودیوش تو میفته. اگه من یه ماژول اون اندازه رو رو پی دی بی میخونم نه اصلا اون اندازه رو خود کد فرض میکنه. ببین من کدی نوشتم که یا استراکچری میگیره که یه ممبری داره به اسم دیباگ اینفو مثلا یا هر چی دیباگ اینفو اینا رو توی دیباگ ندارم. من اسم ممبرم رو گذاشتم only in debug build. یه بولینیه که فقط تو دیباگ بیلد وجود داره تو ریلیز بیلد اصلا وجود نداره همچین ممبری. ببین ممبر تای استراکت منه یا اولش فرق نمیکنه. من این ممبر رو بهش اکسس پیدا میکنم تو دیباگ بیلد و وقتی من اکسس پیدا میکنم کد من ایمپلیسیتلی داره فرض میکنه که این ممبر اونجا هست. آخه بعد از تو کد مینیمیسی تصمیم که دیباگ ریلیز بیلد کنی و سایزش بعدش تغییر میکنه. این وضعیت اولا که سایز تغییر نمیکنه کدت سایز رو یه چیزی فرض تغییر نمیکنه ولی این وضعیت رو داریم در مورد و حالتی صحبت میکنیم که یه ماژولمون دیباگ بیلد شده یه ماژولمون ریلیز بیلد شده و یه دیتا استراکچری هست که هر دو تا اینو ازش دارن استفاده میکنن مثلا این پاس میده به اون یا اون پاس میده به این هر چی یا این الوکیت میکنه اون آزاد میکنه هر چی داره رو میده نشد فید اوکی شد همه چی. حالا این مهمه نسبتا فقط هم بحث دیباگ ریلیز نیست تو هر شرایطی که باعث بشه این اتفاق بیفته که من دیتا استراکچری پاس بدم به یک کدی که اون کد فرضش از اون دیتا استراکچر یا اون بلاک مموری با فرض من فرق میکنه. من دارم یه آبجکت از تایپ ایکس به اون پاس میدم که آبجکت تایپ ایکس من 20 بایت مثلا و ممبرش هم 5 تا فلوت مثلا اون آبجکت ایکسش به دلیل فلگا به دلیل دیباگ ریلیز به هر دلیلی یا به دلیل چیزایی که دیفاین شده به دلیلی که کد دو تا مسیر مختلفو میره 20 بایت نیست آبجکت ایکسش 40 بایت و فلوت اینت فلوت اینت فلوت اینت فلوت اینت مثلا اینجوریه که هر فلوتش اینت هم داره مثلا و اون ممبر رو باشون کار میکنه اینت رو استفاده میکنه اون کد. حالا چه اتفاقی میفته ما آبجکت 20 بایتی به اون پاس دادم اون 40 بایت داره دیتا از میخونه چی میشه احتمالاً کراش میکنه داره تو بعد اکسپشنی وجود نداره کراش میکنه احتمالاً یا دیتا یکی رو خراب میکنه مموری یکی رو اگه خوش شانس باشیم کراش میکنه که میفهمیم یه باگی داریم اگه بچه هاست باشیم حافظه هاشون داره خراب بیست و باسی بیست و دی نمیشه برنامه غلط کار میکنه به هیچ وقت یا هر صد سال یه بار کرش میکنه داره بعدیش همینه دیگه. اگه کرش خیلی چیز خوبیه کامپایلر خیلی چیز بهتری به حال برای همین هیچ وقت نباید ماژولایی که چیزن ماژولایی که فرضشون از دیتا استراکچر یا کد با هم آره دقیقاً یکی از هیچ وقت نباید ماژولا رو با هم لینک کرد با هم وصل کرد مگر اینکه خیلی 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 مواظب باشیم که از این مرز بین دو تا ماژول رد نشه دیتا لیک نشه. اون دیتا خودشو داره با همون کلاس همون ایکس ها اون با اکسل خودش فقط کار میکنه وقت من ایکس به اون نمیدم اونم ایکس به من نمیده اگه اینو مواظب باشم اتفاق بدی نمیفته احتمالاً یعنی اتفاق بدی نمیفته. به هر حال اینترفیس اس دی ال تو این متاسفانه مشکل میشه با سی پلاس پلاس پیش میاد حتی برای سی هم کاملا میتونه پیش بیاد در اساس سی 40 ساله که جلوی مشکل رو کسی میتونه بگیره جلوی مشکله رو لینکر قاعدتا میتونه بگیره دیگه قاعدتا من باید بتونم این کانفیگ فلگ ملگا رو تو آبجکت فایل ها بزنم بگم این آبجکت فایل با این کانفیگوریشن بیلد شده این آبجکت فایل با این کانفیگوریشن بیلد شده و لینکر این دوتا رو با هم لینک نکنه بعد کانفیگوریشن رو با هم فرم کنه منطقه من یه عالم ماکرو تو کدم دارم که تأثیری توی سایز آبجکت ها و این چیزا ندارن مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد حالا سایز آبجکت یکی شه ولی برعکس اون تایم میشه سایز آبجکت لی اوت مموری همه اینا هست دقیقاً الاینمنت همه اینا هست اگه من انتظار داشته باشم یه آبجکتی الاین شده باشه اون یه آبجکت آنلاین به من بده از همون نوع
همه چی ممکنه خراب شه. یه عالم اتفاق بد میتونه بیفته. هیچ محدودیتی برای اتفاق بدی که میتونه بیفته وجود نداره. ولی در ظاهر کار میکنه، درسته؟ بعدیش اینه که بعضی وقتا کار میکنه. آه. اگه خیلی من بد شانس باشم بیشتر وقتا کار میکنه. درست. خیلی 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 بد شانس باشم تقریبا همیشه همیشه کار میکنه. یه نفر برای کامپیوتر. دقیقاً. حالا بیا درستش کن. نه دیگه، بعدیش اینه که مثلا ویندوز ورژنش عوض میشه، درست میشه و اون خراب میشه، همه چی خراب میشه دیگه، اصلا کار نمیکنه. مثلا لازیست عامل تارگت. به هر حال من این عوض کردم، استیل رو بیلد کردم، حالا میخوام میره فایل استیل رو برداریم بذاریم جایی که باید بذاریم. این چرا اینجا از اینجا موف کرد؟ آخ بخواهیم اشکال نداره، نمیدونم چطوری کار کرد. به هر حال استیل وقتی بیلد میشه، فایل بیلدش میاد با ویژوال سی بیلدش، با ویژوال سی بیلدش کردم فایل بیلدش میاد همینجا تو دایرکتوری ویژوال سی بذارم. چی کار ویدیو من اینجا، من چه خودم نمیبینم ویدیو، ولی حدس میزنم که صورت من الان چجوری کجا میاد نمیدونم، نمیدونم صورت من که الان اینجاست، ولی هر حال با موس میتونم نشون بدم صورت من. خب SDL X64 شما میخواین طبیعتاً؟ چرا X64؟ برای اینکه 64 بیتی داریم، تارگتمون 64 بیتیه، زندگیمون 64 بیتیه، لطفاً در مورد 64 ورسس 32 با من بحث نکن. پروژه خودمون کدوم جایی بود؟ پروژکت بلک نات دپ و فعلا موقتا فایل ها رو میذاریم اینجا. وین فکر میکنم که سی میک بیشور من مجبور میکنم که اسمم دقیقا به این اسمای کانفیگوریشن هم بذارم. ریلیس. خب من میرم تو دیباگ و فایل پی دی بیش هم باید بیارم، ولی خب فعلا کار بهش ندارم. این پی دی بی اصلی متاسفانه اینه و این پی دی بی دارم خیلی چرا این هم دارم بذار پی دی بیش هم بیارم. چرا اسمش وی سیه؟ یه دونه اونو کامپایلر میسازه برای یه ماژولی، بعد لینکر یه پی دی بی بهتر و کاملتر و درستتر میسازه، اونم میتونی اسمشو درست کنی کامپایلر، چون برای هر فایل مهم نیست. بچه من اینو لازم دارم، XP‌شو لازم ندارم. این لیبه ایمپورت لایبرریمه، فقط اسم متدا توشه، اسم فانکشن توشه و دیتا استراکچر. فقط اسم خالی اسکلت، برای اینکه بتونم با اون دی ال ال کار کنم ساده، خودم لازم نباشه یکی فانکشناشو گت. یه سوالی، چرا تو اسمش دیباگ مودش ننوشته؟ این دیباگ بیلد دیگه. آره، ننوشته. پرکتیس خوبیه که آدم بنویسه ننوشته. معلومه که بنویسی. الان برام نیست. آره، ولی خب به هر حال فعلا دیگه نشه. اون کارو فعلا ما هم برای پروژمون نمی‌کنیم، تو سیمک به طرز مسخره سخته، ولی حالا فعلا دی ال ال هم نمی‌خوام اینجا باشه، دی ال ال باید بره تو بین، ولی فعلا تو ریلیس هم بذارم برام بردارم ریلیس. خب این خود اس دی ال، دی ال ال شو می‌خوام، دی ال شو می‌خوام، حالا پی دی میشم برام بریم چون استریم می‌کنیم. پی دی میشه با من. خب این STL، ولی یه سری پروژه های دیگه هم هست که لازم داریم، مثلا STL main. STL main حالا توضیح میدم چیه وقتی که ازش خواستیم استفاده کنیم، ولی این هم لازم داریم. این ریلیس STL main لیبه، این دیگه DLL نداره، فقط دقت کنید که کپی کنید. حالا من ندارم توی دایرکتوری موو نکنم. دیباگش رو هم لازم دارم. به این معنی تو دایرکتوری های مختلف میذارم دیباگ و ریلیس اینجوری بینشون متوجه، ولی خب اگه اسمشون فرق داشت بهتر. خودم معمولا این کارو میکنم، ولی سینک سختش میکنم. برای سی شارپی باید راحت باشه استفاده از سینک، چون دقیقا همون احساس تو قبر قرار گرفتن رو به من میده که سی شارپ هم میده، نمیذاره کاری که میخوای بکنی بکنی. استیل مین هم برداشتیم، استیل تست رو نمیخوایم، نه نمیخوایم، و فقط دی ال ال رو میریم میذاریم تو شاخه بینم. STL2DLL از دیباگ برداشتم، دارم میذارم توی بین. وین از دیباگ برداشتم، دیباگ اینو باید موف میکردم و وین بذارم دیباگ کنم و ریلیس وین ریلیس. خب
حالا هدرهای اس تی ال هم باید بیارم، همون هدرهایی که از براشون از بیلد ازشون استفاده کردیم بیلد کردیم اس تی ال رو، اونا رو میارم توی دپ هم و میذارم توی اینکلود هم که زندگیم شیرین بشه. قاعدتا متاسفانه اس تی ال ساب دایرکتوری نداره و من نمیخوام همینا رو همینجوری، یه سری فایلش لازم نداره مثل داکس فایل، ولی خب برام همه رو میارم، من نمیخوام که پخش و پلا کنم اینا رو اون تو، برای همین یه دایرکتوری روش میکنم به اسم stl و فایل اینکلود stl همه زیر این. وقتی میخوام اینا رو اینکلود کنم باید اسمشو بذارم، باید بگم اینکلود sdl slash stl batch مثلا و این انتری پوینت همه stl دیگه عملا فکر کنم. خب stl شاخه بیلد stl فعلا لازم نداریم، فقط برای اینکه امتحان کنیم ببینیم که داره کار میکنه یا نه. من توی تست فرست نه، ولی چرا تست فرست اتفاقا توی تست فرست هم اینکلود میکنم stl slash stl دفتون که لینک الان نمی کنم لایبرری های باید لایبرری stl، برای همین به هم یه دونه unresolved external symbol میده که expected هست. اوکی stl میاد main رو redefine میکنه به خاطر اینکه تو ویندوز برنامه های غیر کنسولی انتظار دارن که من entry point هم اسمش باشه v main با w و m بزرگ و سیگنچرش هم کلا با این فرق داره و همه پلتفرم‌های دیگه مینشون مینه، حداقل یونیکس حتی میگم همه پلتفرم‌های دیگه منظورم یونیکس لینکس مینشون همه جا مینه، چه گرافیکی باشه چه کنسولی باشه چه هر چی، مین فقط یه انتری پوینت دارن مینه، برای اینکه استیل برنامه پورتبل بخواد باشه و تو نخواد خود دستی بگی، اگه ویندوز بود و برنامه کنسولی نبود وی مین تعریف کن وگرنه مین تعریف کن میخوای کارو بکنی، استیل میاد خودش این کارو میاد برای تو میکنه و رو پلتفرم ویندوز انتظار داره که فانکشنت مین باشه، تو مین فقط بنویسی حتی اگه غیر برنامه غیر کنسولی داری تعریف میکنی. حالا خب و اون مین کنسولیه خوش هم کنسولیه اشکال داره، به هر حال اون مین ما رو فراخوانی میکنه، ولی باید اون لایبرری stl main رو دیدی از اون آوردیم، باید با اون لایبرری stl main لینک کنیم برنامه رو که بتونه ریپلیس بتونه دقیقاً بتونه، ولی فعلا ما به چون پروژه کنسولی برام مهم نیست، فعلا پروژه کنسولی نمیمونه، هم پروژه کنسولی نمیخواد سی کنسولی رو باز کنیم کنار بازی مون. فعلا من فکر کنم یه چیزی هست، یه چیزی دیفاین میتونم بکنم که if defined in or defined on این کارو بکنم. حالا بذار ببینم که یه جوری من باید بهش بگم که main مینو نمیخوام اوورراید کنم. آزم این که من اسم اپلیکیشن هم فکر کنم بذارم stl main. حالا بذارم stl main فاصل stl main. آره خب من میخوام مرتب این کار رو کنم، یه چیزی رو میتونم دیفاین کنم قبل از stl main handled من بنویسم فکر کنم این کار رو برای من میکنم. آره من اینو کافیه دیفاین کنم فکر کنم بذاریم چیش، به هر حال مشکل بزرگی نیست چون این روشی که ممکنم انجام بدیم نیست، اینو قبل از اینکه استیل رو اینکلود کنم باید دیفاین کنم که دیگه استیل وقتی این دیفاین شده بود اگر دقت کنم که استیل وجود داره که استیل مینو من هندل کردم دارم اینو بهش میگم در واقع اگر دیگه اینجا بود میگه ببین if and if استیل مین هندل اگه این دیفاین نشده این کارا رو بکن و تشخیص بده و زرنگوازی در بیار و مینو کمک کش کن از این چیز. در تئوری وقتی من اینو خودم دیفاین میکنم اینه که تو این زرنگوازی رو در این شب با تب دلیمیتر اینم جلو نمیدونم چرا به ازام سیه نشون بودم که همه اینا بود. خب 856 میلیون تا باید برن جلو وقت چون اینا خیلی میره تو هم همه کداشون رو باید اینجا بنویسن تو کالم مثلا 72 میلیون بنویسن. خب ببین الان بکشون با اینکه من استیل اینکلود کردم ولی چون بهش گفتم خود من در واقع این سیگنالی که من دارم به استیل میدم قبل از اینکه اینکلود کنم دارم سیگنال میدم. خب هنوز ما با استیل لینک نکردیم، هنوز اولین برنامه استیلمون رو ننوشتیم،
فقط استیل رو اینکلود کردیم، همین، یعنی هدراش دم دستمونه، هدرایی که کپی کردیم تو دایرکتور استراکچر ما اینکلود کردیم. الان بزنم روزش رو میشه. خب فکر میکنم که این برای جلسه سشن اول کافی باشه. دقیقا من کامیت میکنم. آها قبل کامیت باید پوش، کامیت بعدش پوشه، ولی قبلش باید یه چیز رو ایگنور کنم، دایرکتوری بیلد رو ایگنور کنم که حالا میکنم. گیت کامیت یس، اولین باری که دارم کامیت میکنم. گیت یوزرز ایگنور رو اوکی باشه. اوکی گلوبال روی این گلوبال خوبه دیگه، فکر کنم برای این یوزر چیه و پس نه به خاطر این چیز کردم که این ایمیل رو نمیخواستم پابلیک کنم، ولی خب برم این ایمیل من میتونید با ایمیل بزنید، ولی اگه موضوع ایمیلتون آره در نخونش موضوع ایمیلتون به بلک نات مربوط میشه، به جاش با این ایمیل من ایمیل بزنید، با این ایمیل ایمیل خیلی بهتر. خب اوتو سی آر الف اینو من رو چی میذاشتم؟ نمیدونم ترو واقعا وارن بذارم یه چیزی بگم نمیدونم چی نه ولی خب اوتو سی آر الف نمیخوام انجام بده اصلا. اوکی خب از این بزن نگران نباشید. آره این دیالوگ خوبه، البته خیلی با گویی مشکل دارم، من ترجمه میدادم که ولی این کار جز بهتر بیلد 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 گیت ایگنور تو این چجوری میتونم همین رو میتونی بذار؟ خب نه دات گیت ایگنور فکر میکنم با اکسپلورر ویندوز نمیشه درستش کرد. دات گیت ایگنور توش میخوام بنویسم فقط این لاین اندینگش غلطه. لاین اندینگش رو درست میکنم. خب تنها ادیتوری که لاین اندینگ های الف رو نمیتونه هندل کنه نوت پد دیفالت ویندوز. فکر کنم تو ویندوز 8 حتی اونم هندل میکنه. خب گیت ایگنور اضافه شد. اینو پس به من نمیم بردی که کامیتش کامتش رو بیارم بالا که بعد بیلد از این ستاره می نوشتم. بیلد سلاش باید نوشتم. بیلد سلاش ignore item the containing folder okay recursively نه repository root نمیخوام اینجا تو فرق نمیکنه چون repository root اون داره همین جایی که داریم می‌نویسیم، ولی کلا معمولا تو هم داره تو بزنگیت ignore چیکار کرد slash build نقطه slash نمان بزشتم. خب پس اول من گیت ایگنور رو کامیت کنم بکنم همش روز کامیت کنم خیلی چیز رو بیرم آفوری نیست خواهیتا نباید نمیدونم. اوکی سشن یک سشن هم خیلی سشن سشن یک root basic sync list added build and added stl do safe set
دیگه چه کردیم؟ هیچ. یه چیزی کردیم دیگه، دیفاین هم نوشتیم که نه، مهم نیست. Under structure element. هر وقت میبینم فولدر شما بشنوید دایرکتوری دایرکتوری استراکچر ایتیو نوم رود سند رود بیسیکس ایم اینکلید اند ایگنورد اون وقتی که میخوام اوورایدش کنیم، وقتی میخوام همین الان باشه، همین الان باشه. خب این کامیت کرد، پوش هم باید بکنیم، بلکه پوش کنیم، احتیاج به کی داریم یا پوش آل برانچز کلا به دیفالت نه برانچی رو من استفاده میکنم فعلا، یعنی استفاده خواهیم کرد ولی زیاد استفاده نمیشه گیت استفاده کرد ولی برانچ نداریم. اوکی بذار به اوریجین دست کنم، یوزر هم پسورد رو میخواد خاطر پسورد من قبلا آدم کشتم. خب این جلسه هم تموم شد، جلسه دوم تازه خیلی به کد نویسی نرسیدیم ولی اشکالی نداره، دایرکتوری استراکچر رو ستاپ کردیم، استیل رو بیلد کردیم. جلسه بعد یه تست کوچیک فقط با استیل میزنیم فکر میکنم و بعدش میریم توی پروژه‌مون با من کم کم قدم به قدم، ولی جلسه بعدمون خواهد افتاد برای الان نزدیک عیده و خواهد افتاد برای بعد از عید. خداحافظ.